سلام دوستان، به کانال ستاره کوکینگ خیلی خوش اومدین. چون که فصل گرما تقریبا شروع شده، این شربت رو گفتم که آموزش بدم. یه شربتی هست به نام شربت ریحان که همونجور که توی تصویر می‌بینین من از برگ ریحون استفاده کردم، هم ریحون سبز هم ریحون بنفش. نیاز داریم به 250 گرم برگ ریحون که حدود 150 گرمش رو من برگ بنفش انتخاب کردم، 100 گرمش هم که ریحون سبزه. چیز دیگه که نیاز داریم یه چند تا دونه هل هست، من 4 تا استفاده میکنم. این دیگه تعدادش دل بخواهیه. یک پیمانه شکر که پیمانه منظور همون لیوان فرانسوی هست و 1 لیتر آب جوش. برای 1 لیتر هم از این لیوانهای فرانسوی اگر در دست داشته باشین، 4 بار که اینو پر کنین و بریزین میشه 1 لیتر، چون هر لیوان فرانسوی تقریبا 250 میلی لیتر آب رو تو خودش جا میده. خب من 4 بار لیوان رو پر کردم و ریختم که دیگه بشه 1 لیتر. یه مقدار اینو هم میزنم. یه بشقاب روش قرار میدم و 20 دقیقه میذارم که همینجور استراحت کنه. باز میرسم خدمتتون. 20 دقیقه گذشته. الان من بشقابو برمیدارم، سه قاشق غذاخوری آب لیمون میریزم رو اینا و مخلوط میکنم. ببینید واکنش نشون داد و رنگش قرمز شد، چون آب لیمو خاصیت اسیدی داره. به این شکل قرمز شد. یه مقدار میذارم بمونه و بعد برگای ریحون رو جدا میکنم از این مایه. 1-2 دقیقه گذشت که بعد از اینکه آب لیمو رو ریختم بهش استراحت دادم. الان برگای ریحون رو از این مایه من جدا میکنم. برگا رو جدا کردم، یه مقداری هم فشارش دادم تا آب اضافهش هم گرفته بشه. چیزی که اینجا اضافه میکنم 1/4 لیوان گلاب هست و مخلوط میکنم. ببینید رنگ طبیعی این شربت به این شکله. و این مقدارش هم توی لیوان میریزم که ببینید. رنگ طبیعیش اینه. اگه بخواین که خوش رنگ تر از این بشه، از رنگ ژله خوراکی میتونین استفاده کنین که الان من اینجا استفاده میکنم. رنگ‌های مجاز هستن که خوراکیه. اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. ببینیم یه رنگ قرمز خوش رنگ رو به ما داد. یه مقدار میذارم خنک بشه و توی لیوان میریزم و تقدیم نگاهتون میکنم. چند تا قالب یخ توی این لیوان انداختم. الان از این شربت روش میریزم و دیگه آماده سرو کردنه. دوستان از خاصیت هایی که شربت ریحان داره اینه که برای تقویت سیستم ایمنی بدن خوبه، همینطور برای سیستم گوارش و خیلی خاصیت های دیگه که اگه خواستین میتونین سرچ کنین و متوجه بشین که چقدر خاصیت داره و یک طعم خاص و دلنشینی هم داره. امیدوارم از آموزش امروز لذت برده باشید و درست کنید. در این گرما که در پیش رو داریم بتونین استفاده کنید و لذتش رو ببرید. اگر از آموزش من راضی بودید،
لطفاً با لایک و کامنت حمایت کنید تا یه آموزش دیگه. خدا یارو نگهدارتون.